درود دوستان عزیز، دوباره اومدیم خدمت شما با یکی دیگه از آموزش‌های پیج شیمی علم. ما قرار بود تو این پیج فقط فرصه تختی رو آموزش بدیم و اصول تختی رو، اما متاسفانه یا خوشبختانه به خاطر درخواست زیاد شما مجبوریم که خیلی چیزا رو از پایه آموزش بدیم، مثل همین آموزش امروزمون، آموزش درست کردن مالت جو. خب باید اول اصلا مالت جو چی هستش؟ ببین مالت جو به ببینید باید ببینید اول که مالت جو چی هستش. ببینید وقتی گندم یا جو یا کلن غلات رو با یه پروسه خاصی که الان بهتون نشون میدم به مالت میرسونیم، بعد هم اینو میتونید از طریق گرمایش آنزیم های درش فعال کنید که نشاسته رو به شیرینی تبدیل کنید، به یک شیرینی طبیعی، و این شیرینی طبیعی با استفاده از مخمرها به الکل تبدیل میشه. و این مالت گندم یا جو برای ساخت آب جو، ویسکی، ودکا استفاده میشه. هیچ کار خاصی هم نیازیست انجام بده، خیلی ساده هست، تو خونه راحت میتونی انجام بده، به هیچ وسیله خاصی احتیاج نداره. خب در وهله اول ما میایم این جوی که داریم داخل یه ظرف بزرگتر میریزیم، بهش آب اضافه میکنیم، یه بار بهش آب اضافه میکنیم، تقریبا یک کیلو نیم جوی پوست نکندم. و ببین حتما غلاتی که استفاده میکنید، جو یا گندمتون، نباید پوست کنده شده باشه، باید همراه با پوست باشه، چون ما میخواییم این جو رو جوانه و ریشه ازش بزنیم بیرون، اون موقع است که میتونیم بهش بگیم مال. پس جو یا گندم پوست کنده اصلا به درد شما نمیخوره، استفاده نکنید. ببین حالا اینو قشنگ خیسش میکنیم، توی این محل ما فقط میخواییم بشونیمش، فقط بشونیم پوست و جای پوکش بیاد بالا و بریزیم دور. الان اینا تعمیر همش پوکه، همش پوک و خراب هست، اینا دست نمیخواییم بعد اینا رو بریزیم دور. اینا که اومده روی آب جای خراب هستن. خب من تا اینا رو میریزم دور، شما یه برنامه ببینید. چند بار این عمل تکرار میکنیم تا که تمام آشغالش رو بگیریم. یه بار دیگه من اینو میشورم. ببین هرچی اومد بالای آب باید بریزید بره، اصلا این ضرب المثل آبجوسازی داره، میگه جوی که بیاد بالا آب برای تو جو نمیشه، ولش کن بره، هر چقدر هم بود چون بیزید بره، چون اونا پوچ هستن اصلا به درد کار شما نمیخورن. مثلا اون ضرب المثل میگه ترش بده اگه جلد باشه برمیگرد. آره. خب این از این، این الان تقریبا تمیز شده، میبینیم برای مرحله بعد. خب من الان جوامو تمیز کردم، قشنگ قشنگ که تقریبا تمیز کردم، این دو سه تا چیز، و الان تنها کاری که باید بکنم بهش آب اضافه میکنم در حدی که بیا تقریبا بالا بالای جو وایسه آب. ببینید اینا واسه ما جو نمیشه، اما اینا خیس بخورم میرم پایین. خب ما حالا آب ریختیم روی جومونو، میذاریم یه جای تاریک و خنک به مدت 8 تا 10 ساعت بمونه، بعد دوباره میریم سراغش. هیچ کار خاصی نداریم سراغش. خب این جو رو من گذاشتم تقریبا یه 8 تا 10 ساعت مونده یه جای تاریک و خنک،
و این آب جذبش شد. اینو هیچ کار خاص دیگه نمیخواد بکنیم. فقط اینو الان باید من آب کشی کنم، تمیزش کنم، دوباره بذارم یه 10 تا 8 ساعت دیگه بمونه و بریم سراغ مرحله بعدی. خب من این جو رو دوباره آبش رو خالی میکنم، میشورم، تمیز میکنم و دوباره آبش رو پر میکنم، آب خنک تمیز میذارم یه 10 تا 8 ساعت توی جو خنک دوباره بمونه و بعدش میریم سراغ مرحله بعدی. خب یه 10 ساعت اول بودش، آبش رو خالی کردیم، شستیم، دوباره آب خنک ریختیم و گذاشتیم 8 ساعت موند. حالا وقتش که آبش رو کامل خالی کنیم، حالا یه بوی نامد شویی هم میده. خب بعد یه ظرف آبشو کامل میگیم، چون الان میخوایم پخشش کنیم توی یه ظرفی و روشو بپوشیم و شروع کنیم به جوانه زدن. خودم تنهایی پتو بردیم. یه یه برنامه ببینیم بیاریم. A few moments later. خب دوستان عزیز، بعد از این که آبشو گرفتیم هیچ کار خاصی نیاز نیست. اول این رو تختیم توی ظرفی. تو هر کنی که یه خود ارتفاع داشتش مثلا یه بند انگشت اینا رو هم باشه به این صورت. وقتی به این صورت پخش کردید روشو با یک پارچه میپوشونید که یه خود رطوبتش حفظ بشه. البته یک پارچه ضخیم‌تر باید استفاده کنید. اگه مثل من از یه پارچه نازک استفاده میکنید مجبورید دوباره آب بدید، یعنی این که دوباره بهش آب بدید، آب بدید روش و رطوبتش رو حفظ کنید تا شروع کنه به جوانه زدن. اینو میذاریم یه گوشه تاریک و خنک و تنگ به مدت 12 ساعت بمونه، دوباره میریم سراغش. بعد از اینکه پارچه گذاشتید روش رو گذاشتید 10 تا 12 ساعت گوشه تنگ و تاریک مون، وقتشه که بیاریدش بیرون و اینو هم بزنید و زیر و روش کنید. این نتیجه ما میشه همونطور که گفتم. ببین به خاطر اینکه پارچهش خیلی خوب نبود یه خورده باید حالا بهش بیشتر آب بزنید. حالا اگه نمیدونم دوربین نشون بده یه ریشه های ریزی به این صورت ریشه میزنید. البته باید جوونه بزنید. این ریشه هست هستش، با جوونه اشتباه نگی. این ریشه هست، باید جوونش اندازه خود جو یا حداقل 80% بشه. خب بریم شروع کنیم هم زدن جامون. باید زیر روش کنیم که رطوبت قشنگ به صورتی که اون جوهایی که تقریبا بالا بودن خوش شدن برن پایین و اونه که یه خورده رطوبتش بیشتر پایین بوده بیاد بالا. همینجا که ما تقریبا موفق بودیم. الان اگر احساس میکنید خیلی خشک هستش جوتون، یه مقدار خیلی کم میتونید بهش آب بزنید. خیلی کم، حتی اگه با آب پاش بزنید خیلی بهتر که پخش. من الان آب پاش ندارم. خیلی کم اطرافشون خیلی بیشتر خوش شده. همین دوباره پارچه رو میذاریم یه 10 تا 12 ساعت دیگه بمونه و دوباره میریم سراغش.
خب من اینو گذاشتم تقریبا 12 ساعت بود، بعد 12 ساعت اومدم سر وقتش ببینیم حالا چی شده. بله ریشه های بیشتری زدن جوامون، بذارید من چند تا بیارم ببینید ریشاش به چه شکل در اومده. ببینیم حالا دوربین نشون میده، بله این ریشاش که میبینید زده، اما جوونش رو میخوام، باید جوونش رو البته در نظر داشته باشین اینا چون پوست داره ممکنه جوونهای زیر پوستش بمونه، پس با دقت بررسی کنید جوتونه. حالا باز دوباره اینو باید دوباره زیر رو کنیم، رطوبت به همه جاش برسه، به این صورت هم میزنیم قشنگ زیر روش میکنیم و دوباره پخشش میکنیم و به همون شکل قبلی میذاریم 10 تا 12 ساعت دوری گوشه بمونه تا جوونه های بیشتری از حالا تقریبا جوونه هاشون کوچیکه ریزه، باید اندازه 80% خود جو یا اندازه خود یه جوی کامل بشه جوونش. اینو به همون صورت پخش میکنیم. اگه مثل من پارچتون طوریه که رطوبت از دست میده یه خورده دیگه مرطوبش کنید که جوونه ها زودتر بزده. اینو به همین صورت پخش میکنیم و پارچه رو میکشیم روش و میذاریم یه گوشه میمونه برای 10 تا 12 ساعت دیگه. حتی این بستگی به رطوبت و خنکی محل داره. خب اگه خنک‌تر باشه محلی که نگهداری می‌کنه رطوبت بیشتری حفظ میشه و زودتر جوونه میزنه، اگر نه خوش باشه باید هم رطوبتش رو بیشتر کنم مدت زمان بیشتری بمونه تا جوونه بزنه. پارچه رو میکشیم روش و میذاریم یه گوشه دیگه میمونه. خب دوستان بعد 10 تا 12 ساعت دوباره باید بیایم سر وقت جومون و اینو دوباره همش بزنیم زیر رو کنیم که به همه قسمتش رطوبت به اندازه کافی برسه و شروع کنیم به جوانه زدن. خب زیر رو هم که میبینید تقریبا همش ریشه زده، اینو رو باید زیر رو کنیم که رطوبت قشنگ همه جاش بره. همینطور که میبینید مثلا یه دونه مثل این جوونه هم زده. این جوونه باید 80% طول جو یا دقیقا اندازه خود جو بشه که اون موقع دیگه جوی ما آماده است و شروع میکنیم به رست کردن و تبدیلش به مات. باید تقریبا همش به همینطوری جوونه بزنه و جوونه هاش هم همسایز خود جو بشه. دوباره پخش میکنیم، روشو با پارچه میپوشونیم و میذاریم دوباره 8 تا 10 ساعت دیگه بمونه و سایز جوونه رو بررسی میکنیم. موقعی که سایز جوونه به اندازه خود جو رسید یعنی اینکه آماده است و باید شروع کنیم به رست کردن و مرحله بعدی. خب دوستان عزیز وقتی که این جومون جوونه زد و جووناش اندازه خود جو شد، اینو باید بدن جلوی آفتاب یا یه جای خشک که ریشه هاش و جووناش خشک بشه. حالا معمولا بستگی به رطوبت و گرمای منطقه داره، 2-3 روز بمونه کامل خشک میشه و بعد اینا رو باید داخل صافی بریزید و قشنگ همش بزن که ریشه ها و جووناها جدا بشه که بعد به مرحله رست کردن. خب وقتی ریشه ها و جوونه ها رو جدا کردیم از طریق صافی و کوبیدن، اینو روشن میکنیم، یه خورده توستش میکنیم که این حالت خوش بشه، راحت بتونیم تو خردکن خوردش کنیم. اینو من میذارم، حواستون باشه نباید خیلی بسوزه، اما یه مقدارش رو خیلی رست کنیم که اون حالت دودی و چیز رو بهش دست بده، جوی ما خوشمزه تر میکنه. این درشو میذاریم، بایستی اولوشه بین 70 تا 80 درجه باشه به مقداری که خوش بشه دیگه. حالا نیم ساعت یه ساعت و اگه احساس که دما خیلی داره میره بالا زیرش رو خاموش کنیم، بذار یه مقدار بمونه و دوباره اینو تکرار کنیم. و وقتی که این کارو میکنید دارید رستش میکنید ممکنه اینا یه حالت بهتره که اونه خیلی نگران نباشه، اما نذارید خیلی این حالت دست بده.
وقتی که تمامش رو رست کردیم خوش شد، میریم مرحله آسیاب کردن. پرمیسه هیچ کار خاصی نمیخواد، میذاریم یه نیم ساعت یک ساعت که دمای 80 درجه بمونه تا قشنگ خوش بشه. اینم هر چند وقتی رو باید هم بذارید، نباید بذارید که بسوزه، قشنگ باید همه جاش تفت بشه. خب بعد از اینکه قشنگ رستشون کردیم، خشکشون کردیم، جوامونو اینا رو باید ما خوردشون بکنیم. البته باید حواستون باشه خیلی هم خورد نشه، یه مقدار که فقط بشکنه اینا هم وسط موقعی که ما میخواییم اون ملاتمونو درست کنیم، حالا چه واسه آبجو، چه واسه ویسکی، چه واسه ودکا، اینا راحت بتونیم نشاسته ها رو به قند تبدیل کنیم. همینطوری حالا از خورد کن یا هر وسیله میتونید استفاده کنید که اینا رو خورد کنید، اما حواستون باشه خیلی حالت آردی نشه. به این صورت میریزید داخل، خوردشون میکنید و بعد مالت ما آماده میشه واسه درست کردن حالا ودکا، ویسکی یا آبجوی که میخواین درست کنید. یادتون نره کانال من هم سابسکرایب کنید، به زودی یعنی ویدیوی بعدی آموزش ساخت ویسکی هستش، بعدش ودکا و بعدش آبجو از طریق همین مالتی که ما امروز درست کردیم با هم. موفق و شاد و پیروز باشید.